داشتم با یکی از بازیکنان صحبت میکردم، به من گفتش که نیما بازی بانوان قهرمانی جهان آماتورا رو دیدی یا نه؟ گفتم نه من نگاه نکردم. گفت یه بازیکن هستش که سپرایزت میکنه بازیشو ببینی، و اینکه گفتم اوکی لینکشو در اختیارم قرار بده ببینیم کیه چیه چطوری هست. خودم این بازی رو ندیدم ولی گفت قطع بگم چون خیلی قبولش دارم، گفت سپرایز میشی این بازی رو نگاه بکنیم، بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم، ببینیم واقعا سورپرایز میشیم از بازی این بازیکن یا که نه. با من همراه باشید. چیزی که هست همین خانومی که الان بریک کردن، اسمی که به من گفت همین خانم هست، خانم چی بود الان بهتون میگم اسمش رو تصویر، 20 سالش از کشور چین، این سرکار خانم. نمیدونم بچه ها، من احساس میکنم یه بار ویدیو از ایشون گذاشتیم یا نذاشتیم، من یادم نمیاد، ولی اسم ایشون بای یولو یه چیز توی این ماهی از کشور چین، 20 سالشه و روبرویشم. بچه ببینید من اشتباه میکنم یا نه، این همون خانومه نیستش که حسین وفایی باش بازی کرد بهش بریک 147 زد؟ فکر میکنم همونه، چون عینکش و استایلش و اینا شبیه همون بانوه. ببینید از بازی این بانوی چینی 20 ساله ما سورپرایز میشیم یا نه. داور محترمم، من واقعا فامیلی شریفشون رو نمیدونم، ایرانی هستن، جزء تیم ملی ایران هستن، تیم ملی داوری ایران هستن که در مسابقات جهانی دارن قضاوت میکنن که باعث افتخار هستش. میگم متاسفانه من اسم شریفشون رو نمیدونم. خیلی الان دوستم توجه بکنم به بریکشم 37 تا زده. آرزی جمله‌ای که اون که بنده خدایی که به من گفت برو این ویدیو رو نگاه بکن، گفت این خانومه بیاد ایران هممون رو میبره. حالا ببینیم که اغراق کرده یا واقعا انقدر بازیش خوبه. الان میخوام دید کارشناسی نگاه کنم ببینم واقعا همچین چیزی هست یا نه. تا اینجا با اجازتون 51 این بانو زده. ببین خیلی استایل قرص و محکمی داره. کنترل کیوبال خوبی هم فعلا دارم ازش میبینم. کاری به بریکش ندارم که الان 67 زده. من به نوع حرکت کیوبال، نوع ضربه زدنش، نوع نگاهش دارم نگاه میکنم. هشتاد تا زد رفقا، حواستون هست؟ 81 80 تا بریک زد بچه ها. درست میگم این همون خانم هست که حسین وفایی به 147 زد. نمیخوام روی یه دونه قضاوت بکنم، اجازه بدین دیدین صبور باشین یکم بازیشو آنالیز بکنیم ببینیم که چی کار داره میکنه. هچه همون مسابقاتی که دیروز گذاشتم ها، که یکی از بانوهای ایرانی هم خانم امیر عظیمی هم بازیشو گذاشتیم، این توی ادامه همون مسابقات، اما توی چیزیم نه تو همون قسمت گروهی هنوز. اوکی یه لانگ شات میزنه نیچ آن یه، نمیتونم بخونم بچه چینیه، نمیتونم تلفظ سگش چیه. خب الان یه سوال بر من پیش میاد، ایشون الان این بانو که با حسین وفایی بازی کرده از تور حرفه‌ای ها خارج شده؟ اینو من نفهمیدم که الان اجازه داره اینجا بازی بکنه. اینشو اگه کسی دقیق میدونه به هم بگه، چون تو تور حرفه‌ای ها باشید که اجازه حضور توی مسابقاتو ندارید. شاید حذف شده، یعنی از تور حرفه‌ای ها اومده بیرون، رنکش اومده پایین و الان اجازه داره که در این مسابقات شرکت بکنه. رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. من هنوز جواب اون دوستمو ندادم که آیا این بانو بیاد ایران چند درصد بازیکنهای ایرانو میتونه ببره. ایران منظورم اینه که تیم ملیمون رو نمیگم، ها مسابقات باشگاهی منظورم، مسابقات کشوری استانی اینا منظورم.
فعلا چیز خاصی ندیدم. یه 80 تا بریک برای یه بانو خیلی خوبه ها، خیلی خوبه، ولی فعلا باید صبور باشیم. بازی هم 2-3 هستش که زیاد طولانی نشه. یه لانگ شات خوب. سنش خیلی کمه، 20 سالشه بچه ها، 20. یه حالت خاصه، من احساس میکنم مچ میزنه، ضربه میزنه. بذارین دستشو ببینم، احساسم احساس مچه. هنوز چیز خاصی ازش ندیدم، غیر از اون بره که اول بازی چیز خاصی فعلا ندیدم. شما همه نظرتون رو بنویسید که کدوم یکی از این دوتا بانو بهترن و اسنوکر بهتری بازی میکنن. بچه توی بالینه بارو گفتم، بازم میگم توی بیلیارد و زبانتون که خوب باشه کلا به درتون میخوره، یه آپشن کاملا براتون حساب میشه، یه اما داره. توی داوری باید حتما زبانتون فول باشه، چون وسط بازی یه سری مسائل پیش میاد که باید حتما با سرداور که اونا حالا خارجی هستش بدون صحبت کنی. بازی کن ها بیشترشون انگلیسی بلد هستن و باشون انگلیسی صحبت بکنی و توضیح هم بخوایم بدیم باید کاملا انگلیسی باشه. خب اینجا یه ماسک خوب، ولی از ماسک خارج میشه. چه نمیدونم شما من بنویس بچه، قبلا ما از این بای یولو ویدیو گذاشتیم یا نه، چون یه دونه یکی دو تا یادم بانو ما گذاشته بودیم گفتیم پدیده، یادم نمیمونه که این همون بانوه همون بانو نیست. بنویسید برام. 57-29 چون دارن سیف میکنن. بچه من زیاد اطلاعاتی از بیلیارد سنوکر بانوان ایران ندارم، ولی چقدر جالب میشد که مثلا ما مثلا این خانم یولو ایرانی بود مثلا، خیلی جذاب میشد قصه که یه بازیکن ایرانی بانو بیاد مثلا وارد تور حرفه‌ای‌ها بشه. آه چقدر خفن، لحظه فکر کن اصلا یه همین چیزی میشد، یه چیز عجیب و غریب برگریزون میشد. خوب میزنه به نظر من لولش. بذار اینجا رو باریکشالا. Goodbye, everybody. Now there is a trip to the IBSF World Snooker Championships of 2023. Oh, چون من میگم چی شد این وسط. خودم گفتم، خودم هم توش موندم. بازی های گروهی سرکار خانوم یولو کلن فریماش به قول معروف، خدای من حافظه ما رو ببین، کلن فریم هایی که بازی کردن رو ما در آوردیم، فیلماش بوده، قرار شده با هم دیگه نگاه بکنیم. ببخش اصلا حواسم نبود. خب اونجا هم که دوهید شد
برای قبلم دوید شد تموم شد رفت، بریم به سراغ بازی دومش. چرا من یه بابا اصلا ریختم به هم با یارا اسما، احتمال خیلی زیاد داده کشور ترکیه باشه این خانم. بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. خودم به ادیتورم گفتم بازی ایشون رو پیدا بکن، خودم قفلی زدم میگم خدای چرا رفتیم یه بازی دیگه. بازی های گروهی خانم یولو رو قرار با هم دیگه نگاه بکنیم. پس تو بازی اول دیدی که یه 80 تا زد، هنوز نظری ندارم، منتظرم بازم ازش چیزهای دیگه ببینم. بچه نمیدونم یا دو تا بازیه یا سه تا بازی از ایشون که ویدیوش هست. از خودم شوکه شدم. الا ایو حال بریم ببینیم که این بانوی ترکی چه شکلی بازی میکنه. نه اینجا یه لانگ شات میزنه، لانگ شاتش نمیگیره، همه بازی هم دو از سه است. یادم قدیمات چی یادتونه میگفتیم دو هسته، متوجه نمیشونی و نمیپرسیدیم آقا دو هسته یعنی چی؟ میگم میگیم دو تا هسته یعنی چی؟ دو تا هسته آخه دو از سه. حالا ما خیلی از ضرب و مثلامون هم همین داستانا رو داریم ما، که اشتباه شنیدید و اشتباه هم تلفظ میکنیم. ولی حالا یا ولش کن اینا رو، بریم سراغ بازی، بریم ببینیم که این بانو چی کار داره میکنه. این بانو 20 ساله چینی ببین خیلی نسبت به کسایی که دارم میبینم داره بازی میکنه، نسبت به این دو تا بانویی که الان دیدم دارن بازیشون رو انجام میدن و حتی اون خانم دیروزیه که داشت بازی میکرد، خیلی پخته تر ضربه میزنه. خیلی چه چیز جالب بگم، توی ضرباتش اگه به نگاهش هم توجه کنی خیلی جدی داره بازی میکنه. میدونی اینش خیلی جذابه، اینش خیلی خوبه. و یه نکته هم که داره و رعایت میکنه، ببینید که ضربهش تا تموم نشده به هیچ عنوان بلند نمیشه. بریکش رو کاری، اوه 61 67 تا، پس تو هر بازی داره بریک میزنه آقا. تو هر بازی یه پکیج فلمون کن. نه خیلی خوبه. آیا بیاد ایران با فکر می مثلا بچه ها بازی بکنه؟ فکر میکنم بتونه تا یه مراحل خوبی بیاد بالا. حسم اینو میگه که چون آکون بریک خوب داره میزنه، حسم اینه که میتونه تا مراحل خوبی بیاد بالا. نمیتونم بگم بیاد میترکونه، ولی دارم با آقایونو میگم. او چه باحال، چه رست باحالی زد. بعد این دوباره بریک میزنه یا نه؟ اینجا هیچی نداره و خیلی شیک سیف میکنه. چه صورت پوکر فیسی هم داره، خیلی مهمه شما این صورت پوکر فیس خیلی مهمه. فعلا یک فریم هم جلوه. میگم این چیزش که خیلی خوبه، وای میز نکن ضربه تموم میشه بعد بلند میشه. واقعا نکته آموزشی عالیه. رگای چوب زیاد. خب اینجا یه تو پک قرمز هم میره، دار اون قرمز رو این بردار. کلمه زشت هم نمیخوایم استفاده کنیم. نمونه برداری کرد از ما. دکی چه مشکی نمیزنه، 35 امتیاز میزنه و میس میکنه. این ویدیو رو صرفا هم میذارم که حالا هم آقایون ببینن که لول مسابقات جهانی بانوان در چه سطحیه، از اون طرف هم انگیزه ای بشه برای بانوانی که علاقمند به ورزش بیلیارد و اسنوکر هستن، ببینید که میشه.
این ورزش اصلا مردونه نیست، خانوم هم میتونن توش موفق باشن. دیدین که بریک 80 خورده میزنن، ایوانانس دیگه قول محله آخرشون بریک 100 میزنه، پس شدنیه. اگه اونا میتونن بزنن، نه شاخ دارن چی میگن، نه دوم دارن، نه چیش میگن، نه شاخ دارن نه دوم، و اینکه فقط میمونه بحث علاقه، استعداد، پشتکار. اگر داشته باشی چرا که نه، میگم خیلی جذاب میشه اگر ما یه بانو داشته باشیم که بتونه اسنوکر و بیلیارد رو، حتی بیلیاردش هم من دارم میگم و من تاکیدم همیشه رو بیلیارده، بیلیارد رو برید حرفه یاد بگیرید، بیلیارد که چوبتون از کشور بردارید برید بیرون، همه جای دنیا بیلیارد بازی میکنن نه اسنوکر. با این اینو حرفی داره، اینو شخصی داره به شما که 22 سال داره اسنوکر بازی میکنه، یعنی من همیشه چی میگن دفاع بکنم از اسنوکر، ولی واقعیت اینه کل دنیا پاکت بیلیارد بازن. باید این موضوع رو چه بخوایم چه نخوایم قبول کنیم، اصلا هیچ ربطی هم دیگه ندارن. شما میتونی بری اسنوکر تو بازی بکنی، کسی نمیگه اسنوکر بازی نکن، ولی به نظر من اگر میخواید موفق بشید عمرتون رو حروم نکنید، بیلیارد شاهکاره. قرمز رو میزنه، دو اینجا هم دوباره داری بریک میزنه، من خوشم اومد آقا، ما خوشمون اومد از خانم یولو، و به نظر من به شدت بازیکن خوبیه و فکر میکنم اگر همینطور ادامه بده قطعا تو تور حرفه‌ای یا مسابقهش رو با آقایون میبینیم به زودی، چون کاملا همه شرایطش رو داره. ببینیم صورتی رو میزنه یا نه، میزنه و تمام تمام مشکی رو میزنه. بابا باری کل، آفرین. خب رفقا این همون از پدیده بانوان چینی که میبینی هم آقایون هم خانوم ها دارن به شدت عالی و خوب بازی میکنن. شک نکنی پای سر همه این داستان ها یک آکادمی قوی و خوب هستش و الا هیچی شانسی نمیشه، هیچی الکی اتفاق نمیفته، و اگر پای سر این چینی ها آکادمیه، حالا من یکیشو میگیم دینگ، اگر نبود مطمئنن اینقدر خروجی خفن نبودش پای سرش، اینطوری پای سرم قطاری، حالا پاکت بیلیارد که دیگه بماند. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین، انگیزه خوبی برای بانوان کشورمون هم شده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، دوستتون دارم، تا یه شب دیگه یه ویدیوی دیگه، فعلا خیلی چاکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت کنید، پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسنوکر، شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسنوکر. لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.